Omuzunda çak bir kibrit ruhunu ver, ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp öp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. Yanımda kalmadın mı? Öpüp öp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sen de. آقا طوفان چی شده؟ چیزه تو اصلا چی خبر نداری؟ نشد که پیدات کنیم. مگه چی شده؟ گیلاس نیست، گم شده. یعنی چی که گم شده؟ نمیدونم، تو مدرسه مسخرش کردن، چی کار کردن، از اون موقع دیگه غیبش زده. ای داد فلیز، بعد جور نگرانه، چیزی ازش نپرسی. رحمت یابجی، رحمت گیلاس. خیلی خب باشه آبجی، نگران باشه، باشه آروم باشه، آروم باشه، باشه آبجی، آروم باشه، آروم باشه. گیلاس نگران نباشه آبجی، پیداش میکنم. نگران نباشه. چی شده پسر؟ نتونستیم پیداش کنیم. ای بچه، پول داری؟ ببین با تو هم میگم پول داری یا نه؟ رسانه بیوتو موویز با افتخار تقدیم خدایی های شل بلایی سرش نیمده باشه. خدایی خودت کمک کن. اوف آبجی، آبجی رحمت، آب شده رفته تو زمین، دارم دیوونه. خواهر بالاخره پیداش میکنیم، تو آروم باش. باشه، جمیلم تو اداره پلیسه، اگه خبری شد سریع بهمون خبر میدن. من میرم محله پایینی هم بگردم، چون گیلاس زیاد اون طرف هم میرفت. بالاخره از یه جای پیداش میکنیم خواهر، تو نگران نباش. باشه، فقط برگرده. قسم میخورم ازش عصبانی نمیشم، هر چقدر بدخلقی کنه عصبانی نمیشم. میگم فیلیس، ممکنه رفته باشه پیش یکی از همکلاسی قبلیش؟ نه، خونه همشون همین طرف هست. اگه رفته بود حتما پدر و مادرشون خبر میدادن. خیلی خب، بهتر آروم باشی. میگم شاید رفته باشه پیش یه آدم قابل اعتماد، احتمالش نیست؟ ممکنه پیش یکی از همکلاسی جدیدش رفته باشه، احتمالش هست. اونا فکرتو میشناسن، صبر کن، باید فکرتو پیدا کنیم. خواهر حکمت، فکرت کجاست؟ فکرت با بابا زینب رفتن ساحل. باید فکرتو پیدا کنیم، شاید پیش همکلاسیه جدیدش رفته باشه، شاید اونجا باشه. برخوا. فکرت میشناسه، از اونا بپرسیم. باشه خواهر جون، بیا بریم. برو. شاید همینطوری باشه، خدا کنه.
گیلاس؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ خودت اینجا چی کار میکنی؟ تو بهش گفتی بیاد؟ آره؟ آره؟ وقتی پشت تلفن گفتی مردم بیچاره شدم ترسیدم زنگ زدم به دکتر. ببین دکتر آدم خوبیه، میتونی بهش اعتماد کنی. من خودم میشناسمش، نامزد سابق خواهرمه. راست میگی، ولی حداقل میشناسیشون، خیلی خوبه. تو اینجا چی کار میکنی؟ به هم زنگ زد گفت گیلاس داره میمیره. چته؟ چی شده؟ اصلا به تو چه؟ مگه تو خودت ما رو ول نکردی رفتی؟ دکتر تو مدرسه مسخرش کردن، دستش انداختن، اینم ناراحت شده از مدرسه فرار کرده، یعنی قضیه زیاد جدی نیست. خیلی خوب، تو برو برو. باشه باشه دیگه امره، باشه. منو بگو که فکر میکردم تو دوستمی. آخه بچه چه دوستی؟ ما سر جمع یه بار همدیگر رو دیدیم. میدونی الان باید چه کار کنی؟ حرف دکتر رو گوش کن، خوب راهنمایی میکنه، شاید ذهن تو هم باز شه. امره برو، زود باش، برو. خیلی خوب. من میرم. ای داده بیداد، کجا میری؟ این وقت شب نمیتونی تنها بری، من میرسونم. به تو چه؟ معذرت میخوام ولی نمیتونم این اجازه رو بهت بدم. خیلی خوب، تا جایی هم که فهمیدم کسی نمیدونه تو اینجایی، درسته؟ بایستا یه لحظه بایستا، یه کاری بکنیم، اسمس بزنیم، باشه؟ خواهرت الان نگرانته، بدون اینجایی، بدون جات امنه، بعد حرف میزنیم یه رای پیدا میکنیم، حالا باشه؟ نمیشه، اگه خواهرم بدونه پیش تو هم چه میدونم قاطی میکنه، یهو دیوونه میشه، بعدش هم میاد منو با خودش میبره. درسته درسته، فکر اونجاش نکردم. خب چی کار میتونیم بکنیم؟ ها یه کاری بکنیم، نگیم اصلا کجاییم، باشه؟ اینجوری مشکلی هم پیش نمیاد، ما هم میشینیم فکر میکنیم ببینیم چی کار باید بکنیم. پس اسمس بزنم. این طرف ها نبود، این طرف هم نبود. یعنی چی؟ چی شده فیلیس؟ مگه چی شده؟ گیلاس پیش باریشه. یعنی چی؟ یعنی گیلاس با باریش در ارتباطه؟ نه جونم، چه ربطی داره؟ گیلاس پیش منه، نگران نباشین، آروم که شد میارمش خونه. جواب نمیده، وقتی میگه آروم شد میارمش حتما داره گریه میکنه. آف، داشتم میمردم، حداقل جاش امنه، خدا رو شکر سعی و سالمه. آی گیلاسا، ببین تازه قسم خوردم عصبانی نشم، کفری نمیشم، بازم داره دیوونم میکنه. آخه پیش باریش، آخه پیش باریش چی کار میکنی تو؟ فکر خیال نکن فیلیس، حداقلش اینه که گیلاس پیدا شده، مهم همینه. درسته سلیم، تا این وقت شب مزاحمت شدم، ببخشید. میخوای دیگه بیشتر از این نمونی؟ نه جانم، تا موقع اومدن گیلاس اینجا میمونم، وقتی باریش آورده شاید یه موقع دلخوری پیش بیاد، بهتره باشه. نه نه، رحمت و حکمت پیش من هستن، چیزی نمیشه. باشه، پس من تو رو میرسونم خونه و از اونجا میرم. باشه. داداش باریش، 9 نفر تو اون خونه کوچیک داریم زندگی میکنیم، یعنی 9 نفر توی اتاق، حتی برای دستشویی رفتنم باید 2 ساعت منتظر بمونیم. من از اونجا متنفرم، همه چی اون خونه قدیمیه. داداش باریش من خیلی تنهام. دوستات اینو فهمیدن؟ برای همینم سر به سرت گذاشتن؟ میگن دروغگویی، بدبختی، بیچاره. تو که فکر نمیکنه اینجوری باشه؟ اینطوری فکر میکنی؟ معلومه که اینطوری نیست، تو نه بدبختی نه دروغگویی، مگه میشه؟ ولی اونا اینجوری فکر نمیکنن، اونا میگن تو بدبختی، بهمون دروغ گفتی. دیگه به اون مدرسه نمیرم، هیچ کس دوستم نداره، از همه یادم و متنفرم، از همه چی متنفرم، میخوام بمیرم، تنها آرزوم اینه که تو این دنیا نباشم. خیلی تنهام داداش باریش. خب سب کن سب کن، آروم باش. ببین منو ببین،
تو دختر خیلی عاقلی هستی. خیلی خوب، همیشه هم بودی. به نظر من اگه یکم خوب فکر کنی میتونی راه درست رو پیدا کنی. باشه گیلاس، به نظرم چیزی که الان احتیاج داری آروم بودن و خوب فکر کردنه. باشه عزیزم، هر وقتم احساس تنهایی کردی میدونی که تنها نیستی. درسته، خانوادت هست، خواهر مهربونت هست، من هستم. هر وقت خواستی میتونی به هم زنگ بزنی. خواهرم اجازه نمیده، تو بزرگترین دشمنشی. من و خواهرت با هم دیگه حرف زدیم، با هم دوست میمونیم، دیگه مشکلی بینمون نیست. یعنی چی؟ الان با هم قهر نیستی؟ نه دیگه نیستیم. باشه؟ قبوله؟ آفرین به تو. این دختره زده به سرش، واقعا پرنسس دیوونه شده. یعنی چی رفته پیش باریش آخه؟ من چه میدونم داداشم، چرا زنگ زده، چرا رفتی پیش ما؟ سعی میکنیم یارو از تو دور کنیم، اون وقت ببینین چی کار میکنه. بیاد حسابشو میرسم. نه رحمت، تو رو خدا، تازه شروع کرده به فرار کردن، کاری نکنی نه، هیچی بهش نگی. راست میگه، به خدا نباید عصبانیش کرد، چون ذهن اون بچه به هم ریخته، حالش اصلا خوب نیست. میدونم موضوع گیلاس نیست، موضوع باریشه. نه خدا میدونه چیا بهش گفته، هوایش کرده، باید از باریش حساب پس بگیریم. میگیرم، خیالت راحت، حساب پس میگیرم. اومدن. بیاد ببینم. گیلاس عزیزم، حالت خوبه؟ حالت خوبه؟ خوبم، میرم بخوابم. سلام. تو با خواهر من چی کار داری؟ ها؟ تو از ما ترسیدی، حالا دست به دامن بچه شدی؟ خودت انداختی بیخ گوش خواهرم. باریش، حواستو جمع کن، وگرنه با ما طرفی. خودمو جای این انداختم، گیلاس آوردم، برای همینم الان. گیلاس برای چی اومد پیش تو ها؟ چی بینتون است؟ هیچی بینمون نیست، چی باید بشه ها؟ گیلاس به ام زنگ نزد. چی زنگ زد؟ امره، اون خانم که تو مغازتونه، برادرزاده اون. برادرزاده گلسون؟ آره، تو مغازه آشنا شده بودن. وقتی دیده که حالش بده گریه میکنه، اون وقت به من زنگ زد که برم پیشش. خیلی خب، گلسون ملسوم هم خواهرمو میشناسه. ولی آخه برای چی به تو زنگ زد؟ معلومه که منو مثل برادرش میدونه که باهام درد و دل میکنه. تو حال هوای رابطه‌ای که بینمونه نیست. این رفتارش هم برای همینه. تحت فشارش نذاری. باشه، خیلی ممنون. ممنون کمک کردی. خواهش میکنم، ضمناً این روزا تو مدرسه دچار مشکل شده، بهتره زیادی بهش گیر ندید، ناراحت. به تو چه مربوطه ما چی کار میکنیم؟ ها؟ به تو چه مربوطه چی کار میکنیم؟ ها؟ باری سعی نکن از این ماجرا به نفع خودت استفاده کنی، فهمیدی؟ دیگه به آب و آتیش هم بزنی، برای الیبولا تموم شدی، میفهمی؟ اینو یادت نره. دقیقاً همینطوره، تو واسه ما مردی باریش، مواظب باش چالت نکنیم. گفتم که من دنبال چیزی نیستم، فقط گیلاس آوردم. همین. شب بخیر. شب بخیر. نگاش کن، خجالت هم نمیکشه، مشاوره میده. عوضی به خاطر رفتن تو بچه ها به این روز افتادن. آره والا، به خدا خجالت نکشه، روش بشه میاد همینجا میشینه. از قدیم گفتن اگه رو بدی پس کلت میشینه. آفرین بچه ها، خوب جوابشو دادین، حرف نداری. حل شد؟ ها؟ نه. حرفاتونو به باری زدین درسته؟ بس. دیگه اسم باریشو نشنوم، دیگه اسمشو نمیاریم. خیلی خوب؟ باشه باشه. حالا بریم فکرتو پیدا کنین بیارین، فردا مدرسه داره. زود باشین. حالت خوبه عزیزم؟ گیلاس خیلی منو ترسوندی.
دیگه همچین کاری نکن باشه؟ مردم و زنده شدم. اگه تو چیزیت بشه من چی کار کنم؟ دلت نمیخواست از دستم خلاص شی؟ خواهر جون این چه حرفیه؟ تو جون منی، عزیز منی. یه مو از سرت کم شه دنیا رو آتیش میزنم. تو مدرسه همه فهمیدم که همچین جایی زندگی میکنی، یعنی آبروم رفت. چرا آبروت بره؟ اینجا خونمونه. فقیر بودن که جرم نیست، فقیر بودن زشته. اونایی که مسخرت کردن باید خجالت بکشن. تو نگران نباش. خیلی خوب، نمیخوام بیشتر از این حرف بزنم. من خیلی دوستتون دارم گیلاس، همتونو. از جونم بیشتر دوستتون دارم. اینو هیچ وقت فراموش نکن باشه. شب بخیر عزیزم. بریم. اینا کجا؟ چه میدونم، از وقتی حافظه عمو برگشته از همدیگه جدا نمیشن. حتما بازدارن یه نقشه چیزی میکشن دیگه. الان میرم نگاه میکنم. بابا این مجسمه رو کی میخره آخه؟ میخوان چیکار کنن؟ یه راه دیگه پیدا کنیم. خب پس بجوم. اینجا چیکار میکنین؟ یعنی چی چیکار میکنیم؟ حرف میزنیم، نمیبینی؟ دارم میبینم زینب که حرف میزنین. چه حرفی میزنین؟ هی ور ور ور، حرفتون تمامی نداره، مشکوکه. تا چه همه تا چه سیم زرفشویی؟ داداش، بابا میخواد با پول این مجسمه بره پیش خاله ملک. بیدان دلدق. بابا تو رو خدا، این همه خوشحال شدیم حافظت برگشته، چی شد؟ نصفش اومد، نصفش هم حتما تو راهه. این مجسمه رو میخوان چیکار؟ چی میگی حکمت؟ این واقعیه، اینو از دست یه قاچاقچی آثار تاریخی گرفته. آره دقیقاً. تو بمیری میگم، از کامیون در اومدم دیدم پایین 15 نفر این سوس له شدن، رو زمین مرده بودن. اینا از اونجا برداشتن بود در رفتن. به خدا بابا هم به خاطر ترسش حافظش از دست داده بود. فیکو تو برو مدرسه. گم شده تو گرفتم بردار. به جای تماشای مجسمه برو تو مدرسه تاریخ بخون. همسر خوشگلم، 50 بار بهت گفتم تو رو خدا یکم مواظب خودت باش، حرف بابامو گوش نکن، حامله ای، خودت و بچه رو به خطر ننداز، بگیر بشین خونت دیگه. مطمئنم همه اینا زیر سر توی کار توی. به این سیمزفشوی توجه نکن، این ننش شده. گیلاس پاشو خواهر، زود باش. نمیخوام، نمیرم. چی میگی؟ یعنی چی نمیخوام برم؟ تا کی میخوای نری؟ پاشو خواهرم، به خاطر دوتا بچه ای لوس ارزش نداره. گیلاس زود باش، رحمت اینا دمه در منتظر تو هن. اونو جلوتر برن، من خودم میارمش. بهت میگم نمیرم مدرسه، نمیرم. چرا نمیفهمی؟ مدرسه برای من تموم شد، میفهمی؟ یعنی چی تموم شد گیلاس؟ ها یعنی چی تموم شد؟ تو که از من خوشت نمیاد، از هیچ کس خوشت نمیاد. برای اینکه مثل من، مثل مانشی باید بری اونجا باشه؟ پاشو بپوش. حالا که این زندگی رو دوست نداری یا میخوایی ازش خلاص بشی، مجبوری بری مدرسه. بلند شو، زود باش. من بمیرم هم دیگه اونجا نمیرم، فهمیدی؟ اصلا خبر داری اونجا چقدر منو مسخره میکنن؟ گیلاس جون، این بیادبی اوناست. اصلا تو با آدمای بیادب چی کار داری؟ خب با اونا دوست نباش. بلند شو، زود باش گیلاس، پاشو. دختر مگه نمیگفتی الا بلا باید به این مدرسه بری؟ ها؟ مگه نگفتی آینده من اونجاست؟ اگه نرم میمیرم. بلند شو دیگه، زود باش، پاشو. حالا میگم نمیرم، اصرار نکن. بس دیگه، بلند شو، پاشو. عصبیم کردی یا
اینا رو میگیری میپوشی میری مدرسه. نمیرم مدرسه، نمیرم. میدونی اونجا چجوری دیوونم میکنن؟ اصلا خبر داری؟ نه نداری. تو از هیچی خبر نداری. منم برای همین نمیخوام برم اونجا. حالا که میخوای منو به زور ببری اونجا، بهتره بکشی منو. بکش، بکش از این زندگی خلاص شم، چون نمیخوام برم اونجا. تو این خونه ای کوچیک و قدیمی زندگی میکنم، همش اینو تو سرم میزنن. تو اصلا خبر داری؟ هیچی نمیدونی. من به اون مدرسه نمیرم. چرا حرفمو گوش نمیکنی؟ گیلاس تو رو به چه روزی انداختن اونا؟ چه جور بچه هایین؟ چه جور آدمایین؟ کجا میری؟ مدرسه. برای چی؟ میرم حرف بزنم. پس منم میام. زود لباستو بپوش. خواهر بهت میگم وایسا. خواهر وایسا دیگه. وایسا. وایسا خیلی خوب اومدم دیگه. میرم سر کلاس. تو رو خدا وایسا به هیچ کس چیزی نگو. به دوستامم چیزی نگو. تو رو خدا. دیگه هیچ وقت مشکلی درست نمیکنم. هیچ وقت. فقط تو رو خدا به کسی حرف نزن خواهر. گیلاس خواهرجون آروم باش. فقط باهاشون حرف میزنم. چون ناراحتت میکنن گیلاس. من تو رو بزرگ کردم که اینجوری ناراحتت کنم. دو دقیقه حرف میزنم. برو کنار. خواهر بفرمایید. من فیلیزم، خواهر گیلاس. میخواستم دو دقیقه با بچه ها حرف بزنم. متوجه نشدم. گیلاسو خیلی ناراحت کردم. به خاطر حرفاتون گیلاس امروز نمیخواست بیاد مدرسه. خیلی ناراحته. همتون کم سنید. نمیتونم عصبانیشم. ولی متوجه نیستین چه زخم عمیقی تو دلش باز کردین. حتی نمیدونین باعث چه اتفاقایی شدین. فقط بدونین گیلاسو خیلی ناراحت کردین. فقیر یا پولدار بودن دست ما نیست. آره، خانواده گیلاس مثل خانواده شما ثروتمند نیست. ولی ما که نمیتونیم خانوادهمونو انتخاب کنیم. مؤسف شروع کردیم. درسته. برای اینکه تا آخر زندگی بازنده نمونن میان این مدرسه. خب درس خوندن برای گیلاس خیلی مهمه، خیلی. برای همین شما هم سرتون فقط به درستون باشه. چی میپوشین؟ کجا زندگی میکنین؟ چه گوشی تو جیبتون هست؟ اینا رو ول کنین، به درستون فکر کنین. اینا مهم نیست. ممکنه وضع مالی خانواده شما هم یهو بد بشه. زندگی همینه. اگه کسی باهاتون اینطوری رفتار کنه خوشتون میاد؟ به این فکر کنین. خیلی خوب فیلیس خانم، فکر کنم همینقدر کافیه. من متوجه موضوع شدم. خب مطمئنم همه ی دوستاشم فهمیدن کارشون چقدر اشتباه بوده. مگه نه بچه؟ خیلی ممنونی، میتونین بریم. گیلاس جون تو هم برو بشن سر جان. بچه ها ادامه میدیم. خب خب کجا بودیم؟ اینجا ما باید این کارو انجام میدادیم تا برسیم به این نقطه. بعدش هم باید این یکی رو انجام میدادیم تا این به دست بیاد. بفرمایید. من نگران گیلاس بودم. میخواستم ببینم میتونی بیای پارک؟ من تو کارگاه نیستم. نیم ساعت دیگه میتونم بیام. باشه باشه. پس نیم ساعت دیگه منتظرتم. باشه. آه سلام. میبخشی که ازت خواستم بیای اینجا. میدونم مزاحمت شدم، ولی خب به هر حال نتونستم بیام مغازه چون همه اونجا از من متنفرن. میخواستی در مورد گیلاس حرف بزنی؟ آره میخواستم در مورد اون حرف بزنم. تا حالا اینقدر عصبانی ندیده بودمش. الان حالش خوبه؟
خوب نیست. حالش خوب نیست. بعد جور به هم ریخته. از این موضوع ناراحت. آره میگفت نمیرم مدرسه. آها صبحم میگفت. دودو هوار به پا کرد. وقتی با عصبانیت گفتم میرم با دوستات حرف بزنم دنبالم اومد. اینجوری رفت سر کلاس. نکنه یه وقت با دوستاش حرف زده باشی. حرف زدم چطور؟ فکر کنم کار خوبی نکردی. برای چی؟ دختره بیچاره رو ترسوندم، وحشت کرده بود. مگه بهت نگفت؟ چرا گفت، ولی به نظر نمیاد بتونه با این موضوع کنار بیاد. کاش تحت فشار نمیذاشتیش. کدوم تحت فشار؟ میگه مدرسه نمیرم. مگه میشه نره؟ باید بره، باید باش کنار بیاد. یه جوری باید یاد بگیره کنار بیاد. ای بابا، البته که یاد میگیره، ولی خجالت کشیده. وقتی اینطوری رفتی جلوی همه حرف زدی، خب بیشتر خجالت کشیده. من آدم خجالت آوریم. آره چه ربطی داره تو هم؟ به بچه گیت فکر کن. خب وقتی با دوستات دعوا میکردی و بزرگترت میومد، چه جوری خجالت میکشیدی؟ گوشه گیر میشدی؟ اینطوریه دیگه، تغییر میشی. شرایط خجالت آوریه. من تجربهش نکردم. پدر و مادرم یه دهم این توجه رو به هم میکردن. توجه ویل کن، اگه حتی میدونستن کدوم مدرسه میرم، خوشحالترین بچه دنیا میشدم. خجالت دیگه چیه؟ آره تو همچین شرایطی نداشتیم. آره پدر و مادرت این شرایط برات فراهم نکردن، ولی تو برای گیلاس فراهم کردی. یه خواهر خیلی خوب و بی‌نظیر بودی. آره پس این دوتا رو با همدیگه قاطی نکن. شما دوتا با هم متفاوتی، مثل همدیگه نیستی. خب چی کار کنم؟ همینجوری ولش کنم نره مدرسه؟ نه نمیگم ولش کن، راحتش بذار. مطمئنا دو سه روزه خودش تصمیم میگیره که بره مدرسه و اینا. آه نورگل، وای خیلی حرف میزنه. آقای دکتر، آقای دکتر. آه نورگل خانم، اینجا چی کار میکنی؟ هیچی بابا، اومدم هوا بخورم. گفتم هوای پاک برام خوبه. تو برو، منتظر من نباش، برو برو. گفتی میرم بانک، زود برمیگردم. یا غیبت زد، کلینیک پر مریض شده، همشونم منتظر تو هن. منم داشتم میرفتم بانک دنبالت. پس اومده بودی دنبال من. گیلاس چی شده؟ بازم اذیتت کردن؟ دختر یکم صبر کن، حافظه بابا هم برگشت سر جاش. بابا هم خاله ملک رو برمیگردونه دیگه. کجا برمیگردونه فکرت؟ کجا برمیگردونه؟ بابا همینجوری نشسته تو خونه. نباید دلمونو به بابا خوش میکردیم. میگه مجسمه که دستشه میفروشه با پول اون میره. شاید بتونه. به کی بفروشه؟ چجوری بفروشه؟ کیه تیکه سنگ مسخره رو میخره؟ هان بگو دیگه، خونه هم داره فروخته میشه. من دیگه نمیمونم، میرم. دختر دیوونه نشو. ببینم، میخوای به خاطر دوتا بچه لوس جا بزنی؟ به خودت بیا، حالا میبینی دو روزه همشون به پامون میفتن. گریه نکن، ولی اونا دیگه دشمن ما هن، میفهمی؟ من میخوام با اونا دوست باشم، نه دشمن. فکرت، میخوام منو دوست داشته باشن، ولی دیگه همه اینا غیر ممکنه. میرم کیفمو بردارم برم خونه. یعنی چی میرم گیلاس؟ دهن لقه، زود رفته شاکی شده. ما خواهرش اومده مدرسه، پسره یه ترسو. تازه میگفت خواهرم آمریکاست. دروغگوه واقعا. باید حساب اون برادر وحشیشو هم برسیم. باشه برسیم. دروغگوی دهن لق. ببینه نتیجه کتک زدن برادرش چیه.
وقتی کیفشو باز میکنه خیلی میخندیم. میفهمه گول زدن ما یعنی چی. زود به من الان میاد. کجا؟ نکنه داری فرار میکنی دهندق؟ تازه میخواستی میت ارزش بدیم.